سلام، امروز میخوام برای یه کت کراپ یقه انگلیسی طراحی کنم. این کتم قدش 50، قسمت جلو جای دکمه در نظر گرفته نشد و قرار فقط کنار هم وایسته و یک کت فری استایله. اومدم الگوی پایه رو بدون هیچ پنسی کشیدم، هم پشت و هم جلو رو، و حالا تصمیم میگیرم که یقه لباسم تا کجا باشه. من میخوام یقه لباس تا خط کمر بیاد، پس این قسمت رو شکست یقه در نظر میگیرم. از گوشه گردن تا این قسمتی که شکست یقه در نظر گرفتم با یه خط کش صاف خط میکشم به این صورت. این میشه شکست یقه، یعنی یقم از این قسمت رو تن میخوابه. میخوام یقه انگلیسی متعرضی کنم. جدیدن فرمای اومده که دال یقه به سمت پایین تره، یعنی قسمت کارور تا حلقه یه قسمت های تو این حدوده. من میام رو قسمت کارور در نظرش میگیرم و اگه از این خط کشا داشته باشید خیلی راحت تر میتونید خط عمود رو مشخص کنید. تصمیم میگیرم یه یقه 7 تا 8 سانتی داشته باشم. این قسمت رو خط میزنم. خب این یقم میخوام انگلیسی تیز باشه، آرشال نباشه. پس از این قسمت به صورت صاف و مستقیم میام به قسمت پایین وصلش میکنم و قسمت بالا رو نگاه کنید. بالا گفته بودم 7.5 تا 8 سانته. میام این قسمت رو 7 سانت در نظر میگیرم که یقه‌ای که دور گردن میره خیلی پهن نباشه. 7 سانت از سرشونه اندازه میگیرم و به این قسمت وصلش میکنم. مونده دال یقه. ببینید اگه برای پالتو باشه اصولا دال یقه خیلی بازتره، ولی برای کت، یه همچین کتی، من میام دال یقه رو از قسمت لبه 4 تا 4.5 سانت در نظر میگیرم و از این طرف 1.5 سانت، از این طرف هم 1.5 و یه همچین دال مانندی ازش جدا میکنه. میتونه این مقدار کمتر باشه یا بیشتر. خب این تا حالا شده قسمت طراحی جلوی یقه. پس از این قسمت تا این قسمت. اگه قرار باشه یقه انگلیسی آرشال باشه، نگاه کنید اگه یه همچین خطکش هلالی داشته باشید میتونید به این صورت هلالیش کنید، ولی من الان میخوام صاف طراحیش کنم. تا اینجا قسمت یقه جلو. میخوام یقه پشتم رو طراحی کنم. اول میام یک کپی از این یقه میگیرم، این قسمت شکسته یقه رو میبرم یه تیکه کاغذ بهش اضافه میکنم. ببینید اگه دقت کرده باشید این قسمت، من قسمت یقه تیکه پایین رو میام به صورت صاف به اینجا وصلش میکنم. این خط رو نشونه نگه میدارم چون برش یقم از این قسمت میشه. پس این خط رو از این قسمت و اینجا رولتش میکنم، خط سرشونه و این تیکه یقه پشت. نگاه کنید کامل کار افتاد. حالا میام این قسمت رو از جلو با چسب میچسبونم. برای این قسمت هلالی یقه پشت رو باید اندازه بگیرم. اول بذارید این قسمت گودی پشت تقریبا و
و دقیقاً 8.5 سانتی. و این قسمتیه که به قسمت هلالی پشت باید دوخته بشه. پس از این قسمت 8.5 تا نزدیک 9 سانت میام بالا. و این خط رو هم صاف نگاه کنید، از این قسمت هرچی هست به اندازه 8.5 تا 9 سانت باید بیام بالا. نگاه کنید این و این اینجا. حالا به اندازه که این قسمت شده 7 سانت باید روی این 7 رو به سمت بالا برم. یه ذره از کاغذم کمه، باید اضافه کنم بهش. به همون پهنایی که اینجا در نظر گرفتم قسمت پشت یقه بشینه رو گردن. پس 7 سانت رو نگاه کنید، از این قسمت با خطکش میرم بالا و به صورت منحنی یا صاف به اینجا وصلش میکنم. اگه یقه تو این حالت دوخته بشه پشت گردن خیلی نمیخوابه. میام 2 سانت یا 1.5 سانت به این قسمت پشت اضافه میکنم و به اینجا تمومش میکنم و یه حالت منحنی بهش میدم. این حذف و این هم حالت منحنی که گرفته. اگه یقه پهن‌تر باشه بیشتر باید قسمت پشت اضافه بخوره و اون موقع اضافه رو با برش‌های الان بهتون نشون میدم. اگه پهنای یقه از 10 سانت بیشتر باشه نیازه که کار به این صورت بازم برش بخوره و بازتر بشه که قسمت پشت گردن بشینه کامل. یه سری از یقه های خاصن ولی در حال حاضر همینقدر کافیه. این قسمت داله یقم و این هم الگوی کت کراپ. میتونه یقه کامل دوخته بشه، یعنی فقط این شکاف رو بعد دوخت بدیم و همین که دو تیکه دوخته بشه. دو تیکه به این صورته که علامت میزنم قسمتی که دال یقه شروع میشه که هم اینجا علامتشو داشته باشم هم این قسمت و یقه از این قسمت جدا میشه. به همین راحتی بعد دوخت رو تن به این صورت میشینه و این قسمت پشت یقه دوخته میشه. این میتونه رو دولای بسته یا دولای باز پارچه قرار بگیره. به همین راحتی. خدافظ.